رادیو همراه بفرمایید. آقای دکتر، خدمت شما عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و نهایت قدردانی و سپاس از این همه لطف و محبتی که شما به جامعه ایرانی دارید و زمانی که اختصاص میدید و ما میتونیم از راهنمایی های ارزشمند شما بهره مند بشیم. بسیار ممنونم از لطف و محبت. از کجا تلفن میفرمایید؟ آقای دکتر، من از ونکوور کانادا خدمت شما تماس. خب تلفنتون چون یه ذره بلنگو اینا که نیسته، چون صدا میپیچه عزیز جانم. نه خیر آقای دکتر، من روی بلنگو نیستم. هیچ چیز دیگه الان چطور؟ بله الان یه لطفه نزدیک. آقای ممنونم. به من بفرمایید برای چی لطف کردی تلفن کردی؟ آقای دکتر، من خدمت شما عزیز تماس گرفتم برای مسئله اعتماد به نفس. من در کل آدمی هستم که نسبتاً موفق هستم و با اینکه از طرف اطرافیانم هم به هم گفته میشه، ولی در نهایت خودم این مسئله رو باور ندارم و با این مسئله مشکل دارم. آیا نصب کنین، آیا شما مطمئنید مشکل شما اعتماد به نفس و نه حرمت نفس؟ ببینید بذار من یه توضیح خدمت نصب کنم، بذار من یه توضیح بدم چون فکر کنم اونجا مشکله. اعتماد به نفس یعنی من توانایی انجام کارا رو دارم مانند بقیه و میتونم به هدفام تو زندگی برسم. من میتونم انگلیسی یاد بگیرم، میتونم مهندس بشم، میتونم پیانو بزنم مثل بقیه که میتونن. بنابراین ما همیشه اعتماد به نفس داریم، سلف کانفیدنس رو همه داریم، فقط یه ده اعتماد به نفس مثبت دارند مانند کسی که عرض کردم، یه ده اعتماد به نفس منفی دارم. من انگلیسی یاد بگیر نیستم، من نمیدونم پیانیست هیچ وقت نمیشم، من هیچ وقت فوتبال یاد نمیگیرم، من هیچ وقت مهندس و یا دکتر نمیشم. پس مشکل شما احتمالا نباید اعتماد به حرمت نفس، موضوع دیگری. سلف استیم حرف این است که من خوب نیستم، من بدم، من عیب و ایراد دارم. دوم، خواستنی و دوست داشتنی نیستم، یعنی اون چیزی که من هستم کمی، اگرم مردم چیزی میگن من میدونم اشتباه میکنن و قبول ندارن. بنابراین ماجرای حرمت نفس و سلف استیم معنیش اینه که من بدم و خوب نیستم و با خودم دو چیز رو دارم. یکی خجالت دارم از آنچه که هستم و دارم، از آنچه که هستم، از قدم گرفته، سنم گرفته، هوشم گرفته و از ماشینم، از خونم، از بچم، از همسرم خجالت. و دوم این که من مشکل ارتباط با آدم ها رو دارم، یکمی نگران قضاوت و نظر اونا هستم تا مرزی که حتی ممکنه حراس اجتماعی یا سوشال فوبیا داشته باشم، چون خودم رو بد میدونم، اونا رو هم بد میدونم، نتیجه‌اش هم رابطه بد دارم. مسئله ای بسا بزرگ مردم جهان، حتی امریکایی ها، حرمت نفسه. بعدم در جامعه ایران اونقدر ما مسئله سلف کانفیدنس و اعتماد به نفس نداریم، برای که بسیاری میگن میدونم و میتونم. تازه باید خیلی از اوقات آدم ها رو جلوشون گرفت که نه اونقدر میدونی نه اونقدر میتونی. حالا نکته مهم اینه که اعتماد به نفس تو 14 ماه اول شکل و فرم میگیره، یعنی من در 14 ماه اول میتونم به اینجا برسم که از عهده انجام کارا برمیام و به هدفام میتونم برسم یا نه. میتونم توضیح بدم که چرا. برای اینکه 8 تا مشکل در 14 ماه اول پیدا میشه که علتش 9 تا چیزه. اگر اون 9 تا چیز درست باشه، این 8 تا چیز که یکی از اونها اعتماد به نفس درسته. مشکل حرمت نفس برمیگرده به 14 ماهگی تا 36 ماهگی. اگر دو چیز در زندگی من بوده، من حرمت نفس بالایی دارم. یک، آزادی کامل. من تو اون خونه هر کار دلم میخواسته میتونستم بکنم، بکنه نکنی اونقدر نداشتم و خونه رو به گونه ای درست کرده بودم که من به خودم و دیگران آسیبی نمیزد. دوم، مشکل عمل دفع و مدفوع نداشتم. بنابراین من یک کسی هستم که در 14 تا 36 ماهگی نه خجالتیم، نه زمینه افسردگی دارم، نه استراب دارم، نه خش دارم، نه وسواس دارم، نه لجبازی دارم، نه خسیسی دارم. برای که بدترین دوران زندگی 14 تا 36 ماهگی. از 20 تا آسیب جدی روانی حتما 15 تاش مال یک سال و نیمه تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی است. و متاسفانه این دوره است که
همه جای دنیا باش مشکل دارن، اینه که بزرگترین مشکل مردم دنیا حرمت نفس، یکی از اونام همینه. چون در حرمت نفس من از آنچه که هستم و دارم خجالت میکشم اگر حرمت نفس کمی دارم، یعنی من نه خودم رو دوست دارم، نه دوست داشتنی میدونم، نه خوب میدونم، و هرچه هستم باعث خجالت. انگلیسیم باعث خجالته، سوادم باعث خجالته، همسرم یه چیزایی میگه تو مهمونی من و آبروی من این برای خجالت زدن میکنن، بچه های من خوب رفتار نمیکنن، من خجالت میکشم و ضمناً از مردم میترسم، فاصله میگیرم، چون آزاردنده و اذیت کننده است. بنابراین حالا با توجه به این توضیحات که من توی سی دی حرمت نفس هم اعتماد به نفس دارم، هم حرمت نفس، پرسش من از شما این است که شما فکر کنین مشکلتون حالا اعتماد به نفس یا حرمت نفس، هر جور دلتون میخواد گفتگو رو میتونیم ادامه بدیم. تمنا میکنم با صحبت هایی که شما فرمودید، بله کاملا صحیح، مورد دوم هستش. خب ببینید، حتی مجبورم خدمتتون عرض کنم، امیدوارم اذیت نشید، امیدوارم. لطفا به من، شما اینقدر مؤدب و مواظب و مراقبید که خب معلومه اصلا اضطراب و وسواس رو دارید، به همین سادگی. یعنی کاملا اینقدر نگران این هستی که مبادا حرفتون درست نباشه، خوب نباشه، شایسته و بایسته نباشه، به گونه ای که به اصطلاح حق مطلب باید ادا بشه ادا نشه. خب شما این رسپا در میاره عزیز. یعنی من تو زندگیم قرار خودم باشم و چون فرضم بر اینه که من خوبم، دیگرانم خوبن، نتیجه گفتگوی ما خوب خواهد بود. تازه یه سوء تفاهم پیدا بشه، اشتباهی بشه، آدم تصحیح شد. من چرا بارها و بارها عرض کردم رو خط رادیو چرا راحت و آسوده هم؟ اول اینکه خودم رو خوب میدونم، دوم شنونده ها رو نه تنها خوب، خیلی خیلی بهتر میدونم. پس من چه نگرانی دارم؟ با 40,000 نفر بیشتر صحبت کردم، 21 سال خورده ایست که دارم حرف میزنم. به من بگید اشتباه شده، درست نبوده، توضیح قبول، همه رو قبول دارم، ولی اصلا جای نگرانی براش ندارم. و هیچ کس اگه دوربر من باشه یا تو کنفرانس ها یا برنامه هایی که دارم، نه مضطربم، نه استرس دارم، نه زیر فشارم، برای که فرض من این است که به من گفتن بیا بگو اسمت چیه، خب میگم. در حالی که آدم هایی هستن که اگر توی مهمونی بگن اسمت چیه، سر همون هم مسئله دارن، برای که خجالت میکشیم، برای که مردم رو بد میدونیم، برای که مردم رو دشمن میدونیم، برای که فکر باریم ما اگر مواظب و مراقب نباشیم کار دست خودمون میدیم. از یه خانواده دوران کودکی آمدیم که بکن و نکنه باید نباید بوده، 14 ماهگی تا 36 ماهگی از یه طرف اصلا به ما آزادی ندادن و خواستن تازه ما رو تربیت کنن چگونه حرف بزنیم، چگونه نمیدونم غذا بخوریم، چه موقع بخوابیم، و بعدش هم ای بس ها مشکل عمل دفع داشتن، مواظب نبودن، اون بیشترین آسیب رو میزنه. یعنی اون اینال فیکسیشن یا تثبیت مقعدی که اتفاق میفته گرفتاری است. یعنی شما از 100 تا آدمی که استراب شدید داره، استرس شدید داره، وسواس داره، 90 تاش 4 تا 36 ماهگی آسیب دیده. یعنی این دوره بدترین دوره هست و متاسفانه در بسیاری از جوامع، از جمله در فرهنگ ما، چون بچه هم حرف میزنه هم راه افتاده، حالا همه میخوان تربیتش کنن، در حالی که چیزی که احتیاج داره به آزادی کامل، که میخواد غذا بخوره، میخواد نخوره، میخواد با دست بخوره، میخواد با قاشق بخوره، میریزه رو زمین، نمیریزه، اصلا چه اهمیتی داره. یعنی ما قرار مواظب و مراقبش باشیم که او احساس کنه الان که داره پروبالی در میاره میتونه پرواز کنه، تا اینکه بالای سرش بشینیم یه پراشو بکنیم از ترس اینکه مبادا پرواز کنه و گم بشه و یا طعمه حیوانات قوی تر بشه. مسئله اینجاست. بنابراین حرمت نفسی برمیگرده. حالا به من بفرمایید که شما یک چند سالتونه؟ من 41 سالم هستش آقای دکتر. به من بفرمایید رشته تحصیلی و شغل و کارتون چیه؟ آقای دکتر من سافت‌ور انجینیرینگ خوندم، مسترم رو از کانادا گرفتم. بسیار. به من بفرمایید که فرزند چندم خانواده؟ من تک فرزند هستم آقای دکتر. خب دیگه پس ببینید، چون شما از آغاز پیداست تک فرزند، تنها رابطه نابرابر رو بلده، برای که پدر مادر هستن دانا و توانا، بعدم غالب اوقات پدر مادری که یه بچه میارن یه مقدار مسائل روانی دارن و الا بیش از اون بره، یا اینقدر گیر و گرفتار بقیه کاران که بچه نمیرسن.
بعدم حالا به حساب خودشون غالب اوقات هم این است که من یه بچه میارم ولی دیگه میخوام اینو بهترین کنم که هرگز هم در نمیاد و بنابراین بچه های تک یه مقدار ویژگی های روانی دارن که حالا در طریق گفتگوی شما پیداست عزیز، یعنی شما محترم و مؤدب و مواظب و مراقبه ولی ضرورتی نداره. این مثل اینی که من شما تو خیابون یا تو فریوی با سرعت مثلا مجاز حتی کمی هم کمتر داریم میریم تمام مدت بلرزیم ما بودن که تصادف کنیم، خطر ما رو تهدید میکنیم. یه رانندگی است که اگر اصول رو رعایت کنید جز در شرایط استثنایی که کاری براش نمیشه کرد خطری آنچنان شما رو تهدید میکنه اگر قواعد رو رعایت کنید، ولی شما اینقدر مواظب و مراقبید که از پا در میایید. یعنی این اتومبیلایی که فقط گاز و ترمز داره یعنی اتوماتیک هستن، شما در حالی که پاتون رو گازه پاتون رو ترمز، با وجودی که گازی که به این اتومبیل میدید با سرعتش 100 کیلومتر یا 100 مایل باشه 30 کیلومتر یا 30 مایل میره و یکی از اون داری ترمز میگیرید و یکی تمام مدت نگرانید که مبادا از کنترل خارج بشه، مبادا حرفی بزنید، مبادا کاری بکنید. خب اگر فرض کنید من در زمینه و جایگاه شما بودم که اصلا امکان نداشت یه روز هم بتونم برنامه داشته باشم، یعنی اصلا درب و داغون میشدم در جایی که مطلب درست فهمیدم، جملاتم درست بوده، مبادا حرفی زده باشم توهین آمیز نباشه، به کسی بر نخوره، یکی دیگه ناراحت نشه، مثلا اینجوری که میشه زندگی کرد عزیز. بنابراین آنچه که مسئله است یه نگاه دیگری است به این. چرا اون سی دی یا یو اس بی حرمت نفس دارم که اولین مطلب به اینجا برسه که من خوبم. چرا خوبم؟ برای که مطالعات نشون میده 98% آدم ها در 98% موارد بهترین کاری رو میکنن که میتونن بکنن. پس هیچ کس به من نمیتونه بگه تو خوب نیستی، من خوب خوبم، من اشتباه میکنم، کار بدم میکنم، ولی من خوبم. چطور شده من 100 دفعه که راست میگم راستگو نیستم، 5 دفعه که دروغ میگم دروغگو شدم؟ من از اینکه 100 دفعه کار خوب میکنم آدم خوبی نیستم، 2 دفعه کار بدی میکنم آدم بدی میشم؟ این از کجا دارم؟ بعد زمینهای ذهنی و مذهبی رو نگاه میکنم که ما گناهکار به این دنیا اومدیم. چرا؟ برای که مردی که ابلهی در بهشت گوش و فرمان خدا نه، من گناهکارم. آقا این چه عدالتی است؟ این چه محبت و مهربانی خدا و بخشندگی است که به خاطر حالا علف خورده، سیب خورده، گندم خورده، کوفتی خورده آدم در بهشت، من اینجا گناهکار متولد میشم؟ حالا باید یه فکری برای گناهام بکنم. اصلا خنده داره این حرفا. یا باور من این باشه که مثلا کثیفم یا نجسم یا مثلا به عنوان یه زن امیدوارم کسی رو اذیت نکنم در دورانی که پریود هستن، ما حالا اصلا نجس بشیم. یه سیستمی که میخواد برای تولید که تولید نست که اساس طبیعت حرکت بکنه، جایی که بیشترین ظرافت و دقت در بدن ما از خون ماست و این میتونه از دماغ ما دست ما هر جای دیگه بره، اون نیست. ولی اگر برای تولید مثل از یه زنی در یه دوره ای آمد، حالا او رو کثیف کنه، نجس کنه، حتی کار دعا و نیایشش هم زیر سوال بره. آخه غیر از این است که این بازی و حق بازی رو مردا رو انداختن در جوامع چند زنی؟ خب من چرا باید زیر بار این حرفا برم که من گناهکارم و کثیفم و نجسم و ناپاکم و اینا رو برای این درست کردن که سوار ما بشن؟ مال تویی که کثیفی و نجسی و گناهکاری، حالا بیا زیر فرمان ما که ما به تو بگیم درست و غلط و خوب و بد چیه. هرچی هم که تولید میکنی نصفش یا بیشترش هم مال ما، تا دلت خوش باشه که ما تو رو بخوایم نجات بدیم. بدبختی مردم دنیا در طول تاریخ این بوده عزیز. اعتماد به نفس اونقدر مسئله مردم دنیا نیست، بیشتر مردم فکر کنم میدونن و میتونن. اعتماد به نفس منفی است که میگه من نمیدونم پس نمیتونم، یا وجودی که میدونم نمیتونم. ولی اون بحث سلف کانفیدنسه و معمولا در 14 ماه اول جوامع چون پدر مادرها با بچه خوب رفتار میکنن بیشترشون آسیب نمیبینن. آسیب مال 1 تا 3 سالگی یا 14 ماهگی تا 36 ماهگی است که بعدش هم ادامه پیدا میکنه تا بره به 6 که حتی با احساس گناه، بعدم بین 6 تا 12 که احساس حقارت. یعنی همه اینا دست به دست هم میده، پشت سر هم میاد. بنابراین من قرار قبول بکنم که اولا من خوبم، دارم بهترین کارم هم میکنم، برای شما قابل قبول باشه نیست کم نباشه. قضاوت و نظرتون هم مطلقا همطور که تو صحبت های امروز برای من چه هم میاد داره. شما وارد یه مهمونی بشید همه فکر کنم 20% زیباتری، 30% خوشبوشتری، 40% نمیدونم جواهرات بهتری دارید، 50% حرف بهتر میزنید، چه فرقی تو زندگی شما میکنه؟ هیچی.
من میرسی من بارها عرض کردم اصلا هیچ کس نمیاد توی مهمونی شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن، اهمیتی ما هم نداریم برای دیگر. ما وقتی هم که میمیریم تازه آدم ها عزا میگیرن که چجوری بازی در بیاریم، تشییع جنازهش یا مجلس ختم و یاد بودش نریم، اینقدر برای ما براشون بی اهمیتی. بنابراین برای چی من با نگران قضاوت و نظر مردم باشم؟ اصلا چه اهمیت داره که مردم راجع من چه فکر کنن؟ تأثیری تو زندگی من نداره. تازه آدمایی که میخوان رأی بیارن و انتخاب بشن و اینا، تازه اونا هم میبینیم بسیار از وقت اصلا فرقی نمیکنه که چه کردن و چه نکردن، برای که آدما به دلایل خودشون به اونا رأی میدن نه به دلایل اونا. علتی که نمیخوام خدمتتون عرض کنم این است که به من بفرمایید جز مسائل اصلی حتی از نظر یه دی بزرگترین مشکل مردمان کشورهای پیشرفته اروپا و امریکا مسئله حرمت نفسه. آمارای امریکا هنوز نشون میده که 70% مردم امریکا ته وجودشون نوشته من خوب نیستم، و بنابراین تمام کوششون هم طوری که گفتم دو چیزه، به همه ثابت کنن که من خوبم و من لطفا دوست داشته باشید، ولی چون نه خودشون باور دارن نه اینگونه خودشون رو میبینن فرقی هم نمیکنه و فایده هم نداره. بنابراین آدمایی هستن که 50 سال یه گونه ای میخوان مردم رو خوشحال و راضی کنن، تا گفتم این مردمی که نه خودشون از خودشون خوشحال و راضی هستن، نه از عزیزانشون خوشحال و راضی هستن، نه از خدای خودشون خوشحال و راضی هستن، از منم نخواهن بود برای بالا تازه از من راضی هم باشن باشن نباشن هم نباشن چه فرقی میکنه، مهم اینه که من خوب و درست هستم. آقای دکتر من یه مورد دیگری هم که از شما سوال دارم و دلم میخواد راهنمایی بفرمایید در مورد ازدواج هست. من تا حالا ازدواج نکردم و من تا به امروز آقای دکتر به تمامی اهدافی که برای خودم در نظر گرفته بودم به غیر از ازدواج به بهترین نحو ممکن رسیدم، ولی یه تصوری برام وجود داره که الان چون سنم رفته بالا دیگه آدم‌های خوبی که میتونستن قسمت من بشن آلردی ازدواج کردن یا اینکه نیستن، و این موضوع همیشه منو خیلی اذیت میکنه. خب آخه شما آخه خیلی کار خرابه قربونتون. شما حرفتون به من این است که من در زمینهای دیگه به هدفهایی که داشتم رسیدم. بسیار خوب، یعنی درستون رو خونید تحصیلات بودید، ولی وقتی اومدی گفتی زندگی من دو چیزه، درس بخونم اینقدر مواظب و مراقب باشم که مردم راجع من فکر بدی نکن، و بنابراین آمدی زندگیتون رو گشتید. اینجا هم فقط به خودتون مرتبط بوده، اما الانم راجع به الان 41 سالگی دارم، شما از 24-25 سالگی چرا به دنبال ازدواج نبودید؟ چرا فکر نگردید که نه صبر کنید که یک آدم عادی در شرایط عادی به دلال ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژی، نورولوژی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، کودکی، خانوادگی ازدواج کنه، و شما این باید هدف اصلیتون بوده. مطالعات هم نشون میده دو تا ستونی که زندگی انسان رو در بزرگسالی حفظ میکنه، یکی ریلیشنشیپ و رابطهشه، یکی شغل و کارش. شما دیگه روی ستون حرکت کنید، دو طرف ماشینتون چرخ داره اونور نداره. بب حالا رو باز میرسم بهش، ولی وقتی البته کمی داری، فقط میخوام به شما بگم شما توی خانواده پدر و مادر بودی. اول میشه من بگم پدر و مادر شما چرا یه دونه بچه آوردن؟ والا پدرم دیر ازدواج کردن. اوکی. من پدر دیر ازدواج کردن یه دونه بچه. بعدم شما ممکنه من بگید در چه سنی شما متولد سن پدر شما متولد شدی؟ بله در سن فکر میکنم 43 سالگی. خب ببین دیر ازدواج کرد، حالا اون بکرم بعد یه دونه بچه آورده. خب شما اصلا تجربه خانواده خوب رو ندارید، شما تجربه ازدواج خوب رو ندارید، شما اصلا محیط خانه یه دو تا آدمی بودن که میدونستن و میتونستن، و شما که نه میدونستید نه میتونستید، باید مواظب باشید رعایت حالشون بگید، اینه که اینقدر مواظب و مراقبید. بعدم شما معلومه که وحشت از دیگران دارید، یعنی شما نگاه و نظرتون این است که آدما بدند و بد میکنند، پس باید ازشون معذرت کرد. یعنی در حقیقت شعار شما این بوده که دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی بدنها بلا خیزن. دلا خو کن به تنهایی، خلا این بوده زندگی شما نزدیک نشوی، و الا شما دختری با این توانایی ها از ذر هوشی علمی عقلی، خود اینم یه امتیاز بزرگیست، به چه مناسبت درگیر روابطی نشدید از سن حالا 24-5 سالگیتون تا اقلا مثلا 35 سالگی تو 10 سال
درگیر روابطی نشدید که منجر به ازدواج بشه، میشه من بگید چرا نشدی؟ بله آقای دکتر، مورد اول که فرمودید 25 سالگی، اینها به خاطر اینکه تقصیر یه مقدار مادرم میدونم که ایشون هی میگفت الان زوده و مادر شما بیماره؟ آقای چه بمیدن کیلاش؟ مادر شما تخصصش چی بود؟ شما آدم تحصیل کرده باید گوش به حرف علم بدید یا با گوش حرف مادری که اولا خودش رفته در چه سنی حالا ازدواج کرده و یه دونه بچه آورده و بعدم اصلا نظرشون گفته؟ خب شما قرار بود چک کنید ببینید این حرف درست. آقای دکتر من از لحاظ دو مطلب رو خدمتون بگم. مورد دومم که بعد افتاد تو کار پروسه کانادام و چون یه مقدار طول کشید متاسفانه این ابیلیتی رو من نداشتم که بتونم همزمان چند تا چیز رو هندل کنم. یعنی آخه آدم وسواسی همینه، وقتی من 10-5-3 ساعت وقت میذارم ظرفا رو بشورم خونه رو تمیز کنم، خب معلومه وقت برای کتاب خوندن دانشگاه پیدا نمی کنم. یعنی کاملا پیدا زمینه استراب و وسواس شما. بعد اصلا چرا باید پروسه کانادا مانع ازدواج من بشه؟ مثل که من برگردم بگم که تحصیل بچه‌ام رو فکر کردم باید مثلا $100 شهریه بدم، بگم $100 بشه خب درس نخون. خب اینا قابل مقایسه نیستن، چون من برای شما نمیخوام بگم، برای دیگران دارم میگم که سنشو. آخه این چگونه آدم میتونه بگه من میخوام برم کانادا که ای بسا نه تنها خوب نیست فرقی هم نمیکنه، ولی یه چیز دیگر رو هزینه کنم که فرصت ها رو برای ازدواج از دست بدم. بعد منم در 41 سالگی، صبر کنید، در 41 سالگی شما خودتون به جای رسوندید که صاحب فرزند نمیتونید بشید. این یک. دو، شما به من میگید آدمای خوب و بردن و خوردن اصلا چی چیزی نیست، برای که آدمای خوب هم ازدواج میکنن و جدا میشن، چون ازدواج و طلاق به خوبی و بدی ارتباط نداره. دو تا آدم به هم میخورن و درد هم میخورن. من هزاران مورد طلاق دیدم که آدما هیچ عیب و ایرادی نداشتن ولی به هم نمیخورد. اصلا یکی حتی سر مسائل خیلی عادی، این یکی با 6 ساعت خواب زندگی میکرده، اون تا 10 ساعت نمیخوابیده نمیتونسته کار کنه، همین سبب جدایشون شده. هیچ مسئله و مشکل دیگه هم نبوده. یعنی میخوام به شما بگم پس اشکالی نداره که آدم ها تو 41 سال هنوز آدم های خوب هستن. برای شما باید تصمیم بگیرید حالا که نمیتونید بچه دار بشید، دلتون میخواد که مادری کنید، بنابراین با یه آدمی ازدواج بکنید که ازدواج کرده و بچه داره. نمیخواید مادری کنید که کاری به اون ندارم، با یه کسی ازدواج بکنید که ازدواجشو کرده بچه هم نداره. از این آدم هم فراوونه. بعدم اینکه آدمای خوب و خوردن و بردن که نداریم عزیز. آدم خوب تو همه گروه های سنی هستن، 22 سالگی هستن، 32 سالگی هستن، 42 سالگی هستن، 52 سالگی، 62 سالگی هم هستن. آدم مناسب برای شما مسئله است. علاوه در ازدواج آدم ها یه داد و ستدی یا یه مبادله ای میکنن. شما صد خودتون رو میبرید، یه 10-20 تاشو میذارید کنار چون با اون آدم سازگاری نداره، اونم صد خودشو میاره 20 تاشو میذاره کنار با شما نداره، دو تا 80 تا دارید میشه 160. حداقل تمام مزایایی که امروز بدون تردید تشکیل خانواده آدما رو به امنیت و آرامش و لذت و رضایت بیشتری در بلند مدت میرسونه، ولی با این بهانه که کسی دیگه نیست که نمیشه، همچی چیزی نیست عزیز. بله شما آمارا رو که نگاه میکنید میبینید از 100 نفر که ازدواج میکنن تو بیشتر کشورها یا چسای در امریکا نزدیک 50 تاشون جدا میشن. خب پس بنابراین تعداد آدمایی که میخوان ازدواج کنن تو دوره مثلا 30-40 سالگی به بعد به همون اندازه دوره جوونیه که ما فکر کنیم کسی نیست. بله کاملا صحیح فهمید. آقای دکتر اگر شما بخواید به من دو سه تا توصیه بفرمایید که من خودم کار بکنم. شما کاملا مشخصه، شما اولا به نظر من شما مسئله استراب و استرس رو دارید. استراب و استرس رو میخواد به مشتن متاسفانه پشتش افسردگی و خشمه. برای این اولین توصیه من این است که این 28 ساعته، اول استراب، بعد استرس، بعد افسردگی، بعد خشم. یکیش که استرس 4 ساعت است، بقیهش 8 ساعت است. میشه خواهش کنم یه بار دیگه بفرمایید؟ ببخشید میونه کلامتون. خواهش کنم اول CD یا USB استراب، بله، استرس، بله، افسردگی، خشم و عصبانیت، این 4 تا. بعدش CD سلف استیم، حرمت نفس. بله سلف استیمتون رو تا حالا چندین مرتبه گوش کردم ولی فایده نداشت، خوب یاد نگرفتم. بله. اصلا یاد نگرفت. بعدم یکی چرا ازدواج چرا طلاق،
که 8 ساعته، یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، و یکی آخری شخصیت سالم و نرمال. اینا این مجموعه روی هم شاید مثلا 40 ساعت 40 چند ساعت بشه. شما اینو لطفا اقلا اگر روزی یه ساعت دو ساعت شو بشنوید، ظرف یک ماه تا دو ماه مطمئنم نظرتون راجع به همین چیزا عوض خواهد شد. ولی در خصوص ازدواج با توجه به شرایط و وضعیتی که شما هم اکنون دارید، کاملا توان یافتن همسری که 50 سال آینده شما رو کنار اون میتونید داشته باشید دارید. چیزی تمام نشده عزیز. بله آقای دکتر، من این آرزوی این مسئله رو دارم و همش میگم و همش دنبال این هستم. نه هیچ کس با آرزوش داره نرسیده. سب کنید. چرا؟ هیچ کس تا به هیچ آدمی در دنیا به آرزوش نرسیده. این دروغه. آدما به هدفشون رسیدن. برای که هدف یه پدیده تعریف شده است. من آرزو داشت باشم شما رو ببینم، شما رو نمیبینم. ولی اگر گفتم فردا ساعت 2 بعد از ظهر در یه همچین محلی شما رو ببینم، شده هدف. برای که هدف تعریف شده. تکلیفش روشنه. وقتی هم که آدم هدف داشت باید براش استراتژی پیدا کنه. استراتژی هم نیست، سه چیز: نقشه، همه راه های رسیدن به هدف، دو تر انتخاب یکی از اون راه ها، سه برنامه دادن زمان بهش. اصلا مفهوم استراتژی اینه: من میخوام شما رو ببینم فردا در اینجا، بعدم فکر کنم از چه راهی میتونم بیام، همه چیز مشخصه، زمانم بهش میدم. بنابراین در دنیا آدم ها با آرزوشون نمیستن. از جمله کسانی که با آرزوشون نمیستن خداست. 124,000 تا پیغمبر تو 6,000 سال فرستاده که میشه هر 17 روز یکی. معجزه هم که میگه کردم که نکرده، بهش تو جنم درست کرده، یادم حسابی از روش در نمید. مثلا تحجب میکنم مردم دنبال چی میگردن. علاوه شما بپذیرید که من خودم ناقصم، همه این کارام ناقصه، نه اینکه بد و غلطه، ناقصه. دنبال یه ازدواج ناقصی هم میگردم. ازدواج کاملی ما نداریم. من سر کلاس عشق و ازدواج میگم خانم آقای ما زن و شوهر خوب نداریم، زن و شوهر داریم مثل خودتون. هر برخی از لغات بدی هم اونجا به کار میبرم، فکر کنید. علاوه من و شما تو دنیایی هستیم اتومبیلمون ناقصه، جادهمون ناقصه، حکومتمون ناقصه، شهرداریمون ناقصه، مدرسه‌مون ناقصه، منم ناقصم، همسرم قرار ناقص باشه، بچه‌مونم ناقصه. ولی شما با یه ذهنیت کامل یا تکمیل دارید حرکت میکنید عزیز. کاملا پیداست زمینه ای دارید، یک برای پرفکشنیسم، کمال پرستی. مشخصه کمال پرست چیه؟ ایندیسایسیو بوده، یعنی به راحتی نمیتونه تصمیم بگیره، حتی انتخاب میان خوب و بهتر رو. خب همه اینا رو باش آشناییم عزیز، و بنابراین شما قرار این چیزایی که میدونید تغییر بدید، نه اینکه برگردید به کودکی و پدر و مادرتون و بگذارید اون کودکی نقش ایفا کنه. شما 3 ساله و 4 ساله نیستید، شما 41 سالتونه، تحصیل کردید، باهوشید، آگاهید. راهنمای شما علم و عقل و واقعیت. راهنمای شما که سخنرانی مادر و پدر و اینا که اصلا ثابت کردن که نمیدونن نیست عزیز. برای اینایی که خدمتتون عرض کردم رو که گفتم، شما اگر روزی یه ساعت یا دو ساعت برش بذارید، یه ماه، یه ماه و نیمه تمومه. من مطمئنم نگاه و نظرتون عوض میشه. بعد اصلا اون باورها و یا اظهار نظر کردی اصلا درست نیست عزیز. اصلا که من در 41 سالگی، بله یکیش درسته، از نظر پزشکی امکان داشتن فرزند رو نداره، اون تموم شد، این دوره بسته شد. تازه اونم جایی گفتگویی داره، ولی اونو نمیخوام به عنوان یه احتمال بیارم. بعد برمیگره به این که شما دلتون میخواد با چگونه مردی یا زندگی داشته باشید. اون رو مشخص کنید، معلومه که آدم ها هستن. تازه حتما توصیه میکنم این سایت هایی که برای یافتن همسره باید مواظب و مراقب بود، ولی اطلاعاتی اونجا هست که این آدم ها این چکلیست ها رو دارن. بعدم آدم 5 ساعت 10 ساعت تلفنی صحبت میکنه تا ببینه آیا به هم میخوره، به درد هم میخوره. برای که شما روز اول که با هم زنگ زدین، شما دلتون میخواد امریکا بمونید، میخواد بره ایران، تموم شد. ما به درد هم نمیخوریم، هیچ کدومتون عیب و ایرادی نداریم. یعنی یه مقدار واقع بینانه عمل کنید عزیز. ولا این در یه همچین دنیای ذهنی و خیالی که از آغاز شما پیدا بود عزیز، یعنی اینقدر آشکار بود که اصلا نمیخوام اذیتتون کنم، اصلا من گفتم آخه که چی. بعدم پیدا بود که همینقدر که ذره حرف میزنید یه فردی هستید که تحصیلات دارید، مطالعات دارید،
توجهی به دنیا داری، ولی اینقدر نگران، اینقدر مضطرب، اینقدر ترس از مردم، ترس از رابطه، ترس از ازدواج، ترس از رابطه جنسی. خب اینا وقتی دست به دست هم میده کار رس آدم میده. بنابراین لطفاً و حتماً از همون مسیری که خدمت رو کردم یا ترتیبش لطفاً اون سی دی آر بشین اگه دلتون خواست، یا یو اس بی هم میتونید سفارش بدید، براتون ظرف دو سه روز میرسه. بعدش اگر خواستید لطفاً تلفن کنید بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی من با آخر وقتم رستم، ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم. چشم، بی نهایت سپاسگزارم آقای دکتر، از هم از راهنماییتون، هم از زمانی که اختصاص دادید و من رو راهنمایی فرمودید. خدا شما رو حفظ کنه و با تون بی نهایت سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.